السلام علیکم. در دو حلقه گذشته بیان شد که دلیل وجود آفریدگار همه هستی است، چرا که این همه مخلوقات و موجودات را با این همه اتقان باید کسی آفریده باشد. همچنان بیان کردیم که وجود مخلوقات برای کسی که قلب سالم و عقل سلیم داشته باشد دلیل قطعی و یقینی برای وجود الله. نیز بیان شد که مناقشه شبهات پیرامون وجود الله بخشی از دلیل نیست و اگر کسی هنگام مناقشه آنها سختی و پیچیدگی احساس می کند، بداند که این پیچیدگی نتیجه دشواری توضیح واضحات برای کسی است که مسلمات را انکار می کند، نه برای اینکه اثبات وجود الله مسئله پیچیده و دشواری. شاید مشکک بگوید شما از وجود مخلوقات و اتقان آفرینش آنها وجود آفریدگار را ثابت می کنید. فعلا بحث اتقان آفرینش را کنار بگذارید. اساساً چرا باید هستی و موجودات خالق و آفریدگاری داشته باشد؟ این فرضیه است که هیچ دلیلی و تایید آن وجود ندارد. درست است که فعلا علت و سبب آغاز آفرینش را در روی زمین نمی‌دانیم، اما چه بسا علم در آینده علت آن را کشف کند. پس به جای اینکه فرض را بر وجود آفریدگار بگذارید و خود را از تفکر راحت کنید، سبب علمی آغاز دنیا و زندگی را جستجو کنید. در پاسخ میگوییم مسئله ای نیست فعلا از مسئله اتقان و اینکه این نظام منظم و دقیق باید آفریدگار دانا و توانا و حکیمی داشته باشد صرف نظر میکنیم و با شما مسئله ایجاد را بررسی میکنیم. الله متعال میفرماید نه، این دلیل شده نمیتواند برای من. الله میفرماید دلیل نیاورید، من اصلا به وجود الله باور ندارم. من از حجت و برهانی که در سخن الله نهفته است استفاده میکنم. میدانم که شما به قال الله اعتراف نمیکنید. این عبارت را، یعنی قال الله را، این عبارت را برای من بگذارید و با من پیرامون دلیل عقلی که در سخنانی که من آنها را سخنان الله میدانم مناقشه کنید. درست است؟ درست است. الله متعال میفرماید ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. آیا ایشان همین جوری از عدم سر برآوردند و بدون هیچ گونه خالقی آفریده شدند، و یا اینکه خودشان خیشتن را آفریدند و خودشان آفریدگارند، یا اینکه آنان آسمان ها و زمین را آفریدند؟ بلکه ایشان طالب یقین نیستند. ام خلقوا، ای انسان، چه کسی تو را آفریده است؟ یعنی چه کسی تو را پس از آن که موجود نبودی هستی بخشیده است؟ چند احتمال پیرامون وجود شما مطرح است؟ یکم، این که عدم یا هیچ تو را آفریده است. دوم، این که خودت خود را آفریده باشی. سوم، کسی دیگری تو را آفریده باشد. دو احتمال نخست بدیهی بطلان است، چرا که عدم چیزی را آفریده نمیتواند و تو ای انسان پس از آن که آفریده شده ای نمیتواند یک روز به عمر خود بیفزایی و نه هم میتوانی جلو پیری و مرگ خود را بگیری. این در حالی است که جسم و عقلت کامل است. پس زمانی که چیزی نبودی چگونه ممکن است که خود را از عدم بیافرینی؟ با این حساب تنها گزینه باقی مانده گزینه سوم است و آن این که کسی جز انسان انسان را آفریده باشد. شاید بگویید من از اسپرم پدر و تخمک مادرم آفریده شدم. مشکلی نیست، میپرسیم این سبب را که آفریده است؟ شاید بگویید این گونه به نتیجه نمیرسیم. با ادامه این بحث شما به آدم میرسید و میگویید آدم را الله آفریده است و من میگویم در نتیجه تکامل یاخته یا سلول پدید آمده است. نه نه، منتظر باشید هر تفسیری برای پیدایش جنس بشری مطرح شود، در نهایت باید این سلسله در حدی معین متوقف شود. حتی اگر در تشخیص این حد اختلاف نظر داشته باشیم، در وجود این حد یا همان نقطه آغاز تردیدی نیست. امکان ندارد اسباب سلسله وار و یکی پی دیگری تا بی نهایت ادامه داشته باشد. این محال است. چرا تسلسل یا بی نهایت محال باشد؟ من این قاعده را باور ندارم و نمیپذیرم. مشکل شما همین است که بدیهیات عقلی را نمیپذیرید و به ضروریاتی را که نیاز به اثبات ندارد تسلیم نمیشوید. تسلسل محال است، چرا که پذیرفتن تسلسل منتج به این میشود که هیچ کاری در جهان اتفاق نیفتد. چگونه؟ چرا تسلسل منتج به این میشود که هیچ اتفاقی در جهان نیفتد؟ با یک مثال این مسئله را برایتان توضیح می دهم. فرض کنید فیصله شده است که یکی از بندی ها از بند رها شود. سرباز پاسبان اسیر می گوید تا رئیسم فرمان ندهد هرگز او را آزاد نخواهم کرد. رئیسش بگوید امکان ندارد این فرمان را صادر کنم تا اینکه رئیسم مرا به این کار دستور ندهد. رئیس نیز چنین بگوید تا بی نهایت با این حال امکان ندارد این اسیر از بند رها شود. پس اگر دیدیم که اسیر رها شده است، قطعا می دانیم که این سلسله در جای متوقف شده است، جایی که کسی دستور آزادی اسیر را صادر کرده است بدون آنکه منتظر فرمان کسی دیگری بماند. هنگامی که می بینید سنگ های دومینو یکی پی دیگری فرو می افتد و بدانید که هیچ سنگی جز با افتادن سنگ پیش از خود نمی افتد، به یقین می دانید که کسی بوده است که سنگ نخست را حرکت داده است.
نمی توانید بگویید فرو افتادن سنگ ها آغازی ندارد. مسئله محل مناقشه نیز کاملا چنین است. اگر موجودات پدید نیاید مگر اون که موجود پیش از آن پدید آید و این سلسله تا بی نهایت ادامه داشته باشد، نهایتا هیچ چیزی پدید نخواهد آمد. حالا این سبب اول یا مسبوق به عدم است و یا مسبوق به عدم نیست. اگر مسبوق به عدم باشد نیز سببی است تا آن را از عدم به وجود بیاورد و ثابت کردیم که پیش از آن سببی وجود دارد. فقط این احتمال میماند که این سبب مسبوق به عدم نه بلکه ازلی است و سرآغازی ندارد. ذاتی است و به ذات خود موجود است و نیازی به آفریننده ندارد. بیایید به این آیات بازگردیم. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. آیا ایشان همین جوری از عدم سر برآوردند و بدون هیچ گونه خالقی آفریده شدند؟ و یا اینکه خودشان خیشتن را آفریدند و خودشان آفریدگارند؟ یا اینکه آنان آسمانها و زمین را آفریدند؟ سخنانی که بر انسان راست می آید بر آسمانها و زمین نیز راست می آید. انسان آسمانها و زمین را از عدم به وجود نیاورده است و نه هم آسمان و زمین خود را از عدم به وجود آوردند. پس در نتیجه باید آسمانها و زمین آفریدگاری داشته باشد. مشکک می گوید خوب، حتی اگر تسلیم شوم که باید سبب اولی وجود داشته باشد، او را سبب اول می نامیم. چرا باید آن را الله می نامید و صفات بسیاری برای آن می تراشید؟ در پاسخ میگوییم در مناقشه گذشته ثابت کردیم که سبب اول وجود دارد و افزون بر آن آفریده های سبب اول دلالت میکند که این سبب صفاتی مانند قدرت و حیات و اراده نیز دارد. اگر زنده نباشد به مخلوقات زندگی بخشیده نمیتواند، چرا که قاعده عقلی میگوید خفته را خفته کی کند بیدار. با اراده خود اراده کرده است تا مخلوقات را بیافریند و با قدرت خود اراده خود را تنفیذ کرده است. زمانی که به مسئله اتقان برسیم و به جزئیات مخلوقات بپردازیم، خواهیم دید که مخلوقات ما را به صفات دیگر این خالق نیز رهنمایی می‌کند. مانند ربوبیت، علم، حکمت، رحمت، عظمت، قیومیت. کوتاه سخن این که این آفریدگار با این ویژگی‌ها و صفات در منظومه اندیشگی اسلامی الله نامیده می شود. با این بیان دانسته شد که ایمان به وجود الله نه تنها قضیه عاطفی و تسلیمی محض نیست، بلکه مسئله برهانی، استدلالی و عقلی است. افزون بر آن که حقیقتی فطری نیز هست. ایمان ما به وجود الله از علم یقینی به مقدمات بدیهی و ضروری سرچشمه گرفته است. ما نمیگوییم که ما نمیدانیم که کسی را پدید آورده است. پس بیاییم وجود الله را فرض کنیم تا این معما را حل کنیم. ما میگوییم استدلال عقلی و بدیهی بر این دلالت میکند که هستی باید آفریدگار ازلی و ناآفریده‌ای داشته باشد. ما نمیگوییم ما وقتی دیدیم که سلسله اسباب تا بی نهایت ادامه مییابد خواستیم این مسئله را توقف کنیم. برای همین وجود الله را فرض گرفتیم تا خود را از سختی‌های تفکر و تحقیق نجات دهیم. ما میگوییم استدلال ما بر پایه محال بودن تسلسل اسباب تا بی نهایت استوار است، چرا که نتیجه بدیهی تسلسل قائل شدن به عدم وجود مخلوقات است و این مسئله خلاف حس و عقل است. اگر ملحدی بگوید علم در آینده سبب حیات و زندگی را کشف خواهد کرد، در پاسخ میگوییم علم هر چه کشف بکند هرگز کشف نمی کند که عدم حیات را آفریده است و یا اینکه زندگی خودش خود را آفریده است و یا اینکه سبب حیات تا بی نهایت ادامه دارد. علم چیزی را که با این بدیهیات ناسازگار باشد هرگز کشف نمی کند، چرا که نقض این بدیهیات عقلی منتج به القای علم تجربی می شود، چنان که در حلقه پنجم این مسئله بررسی شد. بخواست الله در حلقه آینده به این پرسش پاسخ خواهیم داد. خوب، اگر الله مخلوقات را آفریده است، پس الله را که آفریده است؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.